در این شماره از بسته اخبار بین‌المللی ایسنا، خبرهای از روند صعودی کرونا در اروپا، نشانه های تنش دوباره میان روسیه و اوکراین، واکنش ها به تروریستی خواندن حماس از سوی دولت انگلیس و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 29 آبان، تعداد مبتلایان و فوتی‌های کووید 19 در جهان به ترتیب به 257 میلیون و 5 میلیون و 160 هزار نفر رسید و شمار بهبود یافتگان از 232 میلیون نفر فراتر رفت. در پی روند صعودی کرونا در اروپا، بسیاری از کشورهای قاره سبز به اعمال محدودیت‌ها روی آوردند. وزیر بهداشت آلمان که کشورش با شناسایی روزانه حدود 60 هزار مبتلا رکورد تازه‌ای به ثبت رسانده، گفته از نظر شرایط کرونا در وضعیت اضطرار ملی قرار داریم و نیازمند اقدامات قاطع هستیم. اتریش هم از فردا قرنطینه سراسری اجرا می‌کند و طرحی برای اجباری کردن واکسیناسیون را پیگیری خواهد کرد. در پی اعمال محدودیت‌های سختگیرانه در هلند، صدها معترض در شهر روتردام به خیابان‌ها آمدند که این اعتراضات به درگیری با پلیس منجر شد. با وجود روند صعودی کرونا در اغلب کشورهای اروپایی، اسپانیا و پرتغال روز جمعه به ترتیب تنها 6 و 5 فوتی کرونایی را به ثبت رساندند. در سوی دیگر جهان، ژاپن به عنوان یکی از موفق‌ترین کشورها در زمینه واکسیناسیون کرونا، طی ماه‌های اخیر به روند نزولی ابتلا و مرگ و میر کرونایی خود که از ابتدای شهریور آغاز شد بود ادامه می‌دهد. نشانه های بازگشت جنگ میان روسیه و اوکراین. رئیس جمهور روسیه کشورهای غربی را به تشدید تنش‌ها در اوکراین متهم کرده است. ولادیمیر پوتین ضمن هشدار جدی به اروپا گفته شرکای غربی ما با تحویل سلاح‌های مدرن به کیف و مانورهای نظامی تحریک‌آمیز در دریای سیاه وضعیت را بدتر می‌کنند. این سخنان در شرایطی مطرح شده که دبیر کل ناتو گفته بود تمرکز غیرعادی نیروهای روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین مشاهده شده و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد حدود 1000 خودروی نظامی در 250 کیلومتری مرز اوکراین مستقر شدند. ناتو، آمریکا، فرانسه و آلمان تقویت نیروهای روسیه در مرزهای شرقی اوکراین را محکوم کردند. در میانه این تنش‌ها وزیر خارجه اوکراین از آلمان و فرانسه خواسته خود را برای شروع درگیری بین روسیه و اوکراین آماده کند. نیویورک تایمز میگوید نهادهای امنیتی آمریکا به متحدان خود هشدار دادند که فرصت برای جلوگیری از حمله نظامی روسیه در اوکراین رو به اتمام است و از کشورهای اروپایی خواستند با آمریکا همکاری کنند. تازه ترین تحولات سیاسی عراق. با حساس‌تر شدن وضعیت سیاسی و امنیتی عراق به ویژه بعد از سوء قصد به مصطفی الکاظمی نخست وزیر این کشور، جمعی از حامیان و اعضای هشت شبیب و تجمع در نزدیکی منطقه سبز بغداد اعتراض خود به نتایج انتخابات پارلمانی این کشور را اعلام کردند. از سوی دیگر مقتدی صدر که بعد از کسب اکثریت کرسی‌های مجلس به یکی از تاثیرگذاران افراد در عراق تبدیل شده، هشت شبیب را به بی‌انضباطی متهم کرده و گفته گروه‌های بی‌انضباط باید فوراً منحل شوند و سلاحشان را به دولت تحویل دهند. رهبر جریان صدر عراق همچنین گفته تشکیلات شبه نظامیان وفادار به خود از جمله تشکیلات نظامی روز موعود را منحل می‌کند. پاسخ آمریکا به درخواست مالی طالبان. توماس وست، نماینده جدید آمریکا در امور افغانستان، به نامه اخیر سرپرست وزارت خارجه طالبان پاسخ داده و یادآوری کرده که مقامات آمریکا بارها به طالبان تاکید کرده بودند که اگر به جای مذاکره با افغان‌ها به دنبال تسلط نظامی باشند، همه کمک‌های اساسی غیر بشردوستانه به این کشور متوقف خواهد شد. پس از تسلط طالبان، میلیاردها دلار پول افغانستان در آمریکا بلوکه شده و هفته قبل امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در نامه‌ای به کنگره آمریکا از این کشور خواسته بود دارایی‌های مسدود شده را آزاد کند. واکنش‌ها به تروریستی خواندن حماس توسط انگلیس. وزارت کشور انگلیس اعلام کرده این کشور سازمان فلسطینی حماس را به فهرست گروه‌های تروریستی اضافه می‌کند و هر گونه فعالیت این سازمان در بریتانیا ممنوع می‌شود. رژیم صهیونیستی از این تصمیم ابراز خرسندی کرده و حماس هم می‌گوید تصمیم انگلیس در راستای جانبداری از اسرائیل است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، ضمن محکوم کردن این اقدام دولت انگلیس، گفته حقوق ملت فلسطین را نمی‌توان با وارونه جلوه دادن واقعیات پایمال کرد. احتمال دیدار سران ارمنستان و آذربایجان برای کاهش تنش‌ها.
چند روز بعد از آتش بس بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اوضاع منطقه را شکننده توصیف کرده و گفته برای تضمین آتش بس به نیروی حافظ صلح روسیه نیاز است. شورای اتحادیه اروپا روز جمعه خبر داد که نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان و الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان ماه آینده در بروکسل دیدار می‌کنند. این نشست به ابتکار و دعوت شارل میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا برگزار و طی آن درباره راه‌های کاهش تنش در منطقه رایزنی خواهد شد.